مرتب به من میگن آقا چجوری حجم یک عکس رو کم کنیم، مثلا ایمیل کنیم یا بفرستیم یا بگیریم. ببینید رفقا، شما یک عکس دارید در فتوشاپ، اولین موضوعی که باید چک کنید اینه که دی پی آیش چقدره. خب یعنی دی پی آیش 300 این عکس. اگه قراره من این عکس رو بفرستم برای چاپخانه که نمیتونم 300 رو دست بزنم، ولی اگه قراره ایمیل کنم میتونم. در صورت من دی پی آی اینو کم میکنم، میارم رو 150. ببینید که سایز پیکسلیش که مربوط به مونیتورم کم شد، نمیذارم اون کم شه. مثلا تصمیم میگیرم روی مونیتور ارتفاعش کمتر از 1000 نشه، بنابراین ارتفاعش 1000 یا حتی بیشتر، مثلا 1200. خب این تا اینجا. مسئله بعدی مود رنگیشه که خب برای ایمیل و کارهای غیر چاپی RGB میذاریم، اما فایل اکسپورت سیو فور وب اگه بزنید هنوز میشه یک کارایی کرد. مثلا اگر بریم رو JPG بین 0 تا 100 میتونیم روی کوالیتی کار کنیم، در نتیجه حجم کم میشه. اینکه ملاکتون چقدره که کم بشه، خب یکی اینکه چشمتونه هر چقدر کم کردیم میتونید اینجا ببینید، یکی دیگه اینکه گوشه رو نگاه کنید. مثلا با مودم حداقل 128 3 ثانیه این عکس طول میکشه، ولی کیفیتش کمه. حالا کیفیتش رو میرسونم به یه استانداردی مثل 65. نگاه کنید این حداقل کوالیتیه، ولی قشنگ مشخصه که عکس خرابه. اینجاش 11 ثانیه. خب تو 11 ثانیه که آدم میتونه براحتی یه گاو بخره، بعد گوساله بیاره، بعد گوساله رو بزرگ کنه، دوباره اون شیر بخوره، تو تا سلفی با گاو بگیره. خب پس میتونی بیشترش کنی، یعنی 11 ثانیه خیلی کمه، میشه تحمل میشه کرد. خب میزیم 75 تا شد 14 ثانیه، کوالیتی اینجا بهتره، درسته؟ خب این یه عکس وبیه دیگه. با این حال من ترجیح میدم این رو 85 دیگه بذارم و بالاتر نبرم. این کوالیتی قابل قبولی است که من حاضرم. 18 ثانیه. بریم 18 ثانیه رو بشماریم. تو این 18 ثانیه شما چیکار می‌کنی؟ یه گاف می‌خری، یه گوساله رو باش بزرگ می‌کنی، شیر می‌دی، سلفی می‌گیری. با دیگه با گاف فقط مونده سلفی بگیری. خب اوکی. بنابراین با مودم 128 این. حالا اگر مثلا شما مودمت حداقل 500 دیگه همه داری، میگه 5 ثانیه باز میشه و 212 کیلوه. سیوش رو میزنید، مثلا میاد اینجا سیف که میخواید بکنید، تمومه، عکس کیفیتش نسبتا نفس شد و حجمش اومد پایین. سیف مستقیم عرضم به خدمت شما که اینجا خط تیره 2، سیف مستقیم فتوشاپ برای JPG اینجا یه کوالیتی به شما میده، این هم موثره، ولی خب این اینجا میتونید پریویوش رو بزنید و برید جلوتر و ببینید چه تأثیری داره. ببینید حالا این تأثیرشه و اینجا مثلا به آخر که میرسونی اوکیه، ولی دیگه مثلا من جای شما باشم 6 پایینتر نمیام یا 7، اینم سو سو، ولی اونقدر نمیاره پایین. حالا اینا رو با هم مقایسه میکنیم، سیو معمولی و این سیو. اگر من برم روی این دسکتاپ که شبیه یک معده است که کله پاچه خورده، پروپرتیز اول رو میگیریم، پروپرتیز دوم رو میگیریم، مقایسه میکنیم. برای اینکه شما کم زیراب بزنید، من اینجا یه دسکتاپی باز میکنم، نه یه اینو باز میکنم، اینو این هم میذارم پلو هم. ببین رفیق، اونی که با سیف فور وب سیف کردیم شده 213 کیلو، اونی که مستقیم فتوشاپ رو سیف کردیم شده 111 کیلو. این اگه دقت کنی، اونی که مستقیم سیف کردیم حجمش کمتر از سیف فور وب و خب خودش قابل تحمله. از لحاظ دیتیلز چه وضعی دارن؟ از اون بابت یه فرقی با هم دارن. فرقش اینه که عکسی که ما با خود فتوشاپ سیو میکنیم دی پی آیش
150 میمونه که خیلی هم کوالیتی خوبیه، حجمش هم کمه. اونی که سیف فوروارد میکنیم دی پی آی رو میاره پایین، حجمش هم زیاده. خب مگه من دیوانه هم سیف فوروارد کنم؟ سیف خودش رو میگیرم. اینه که به مورد اکثر تصاویر این اتفاق میفته که با سیف فوروارد میشه کم حجم کرد، اما دی پی آی رو میاره پایین و حجمی که کم میکنه از خودش کمتر نیست که بیایی مستقیم سیف کنید. این اتفاق هم یعنی اینو بیخیال شید، با خود فوتوشاپ سیف کنید، فایل سیو از، با سیف فور وب کار نکنید. حالا به چه شرط؟ به شرط که قبلش رفته باشید و اون کار اولیه رو کرده باشید، یعنی دی پی ای رو 100-150 بذارید و سایزتون رو کم کنید. دیگه نکته دیگه ای نداره، بعد هم به راحتی ایمیل کنید. رسیم روز تولدمه، ماچ ماچ، خدا نگهدار.